خامنه ای در سخنرانی روز عید فطر سران قوای سگانه رو به همکاری و همدلی فراخواند. سوال اینه که آیا همکاری سه قوه نظام منجر به حل مشکلات میشه؟ از طرف دیگه اخیراً زمزمه های افزایش قیمت سوخت و به خصوص بنزین بالا گرفته. چرا خامنه ای برای افزایش مجدد قیمت بنزین زمینه سازی میکند؟ همراه هستیم با صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوعات بپردازیم. اما ابتدا تصاویری از خامنه ای رو با هم ببینیم، بعد من سوالم رو مطرح میکنم. یک راهبرد بسیار مهم و اساسی همکاری مسئولان کشور در نیروهای سگانه است. به حمدالله همه اینجا حضور دارید، آحاد مردم هم که به حمدالله تشریف دارند و بعد هم در سرتاسر کشور این سخن را خواهند شنید. قوای سگانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، همافزایی کنند. قانون اساسی ترتیب خوبی داده است برای تشکیل این سه قوه. اگر چنانچه این سه قوه با هم به طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد، مشکل پیدا نمیکنه، مانع همدیگر نشند، راه رو برای همدیگر هموار کنند، باز کنند. آقای عبدالله نژاد، ضمن سلام و تشکر از حضورتون، اما همونطور که مشاهده کردید خامنه ای در سخنرانی روز عید فطر سران قوای سگانه رو به همکاری و همدلی فراخوند. سوال من از شما اینه که آیا همکاری سه قوه نظام واقعا منجر به حل مشکلات میشه؟ با تشکر از شما که این فرصت رو دادید و همچنین با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و تبریک عید فطر و با امید این که فطر رهایی مردم ایران هم هرچه سریعتر محقق بشه با سرنگونی این رژیم ضد بشری. خب صحبت های خامنه‌ای رو شنیدیم. نه، واقعیت اینه که این مسئله رژیم رو حل نمیکنه و جواب سوال شما در یک کلام منفیه. علت چه میدونی که خب خود خامنه‌ای اینا رو در واقع تعیین کرده، منصوب کرده، سر کار آورده و در واقع سرچشمه همه مشکلات برمیگرده به خود خامنه ای. ببینید خامنه ای میگه کارها اگر اینا با هم همکاری کنن به هیچ وجه گره نمیخوره، مشکل پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی الان دوچار مشکل هستند، یعنی الان در بنبست هستند. یا میگه مانع همدیگه نشید و راه را برای هم باز کنید. خب معنیش اینه که دارن در واقع مانع همدیگه میشن و راه و روی همدیگه بستن و رژیم رو عملا تو بنبست قرار دادن. و منظورم اینه که علارغم که بعد میگه این همکاری شما استراتژی راهبردیه، یه چیز استراتژیکه. خب خود خامنه ای استراتژی خودشو در واقع روی انقباض سیده بود، اصلا به خاطر همین در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری اومد مهره های مثل لاریجانی اینا را کنار زد که این مشکل حل بشه، این دستگاه انقباضی بیاد یک دست باشه، از این تضادها پیش نیاد. ولی در عمل میبینیم همین بنا به اعتراف خود خامنه ای هر سه تا رؤسای قوه دارن برای همدیگه مانع ایجاد میکنن و مشکل برای هم وجود میاره. حالا این فقط اینجا هم نیست، مثلا تو خود هر یک از قوه ها هم باز دوباره این مشکلات هست. یک قلمش مثلا توی مجلس رژیم، همین دو سه روز پیش که یک مصوبه رو به اصطلاح میخواستن تصویب بکنن، مثلا آراد کاملا مجلس شقه شده بود، 118 نفر موافق بودن، 110 نفر مخالف، 4 نفر هم رأی ممتنع که اگر ممتنع ها را هم با مخالف ها اضافه کنیم میشه 114، که تفاوت مجلس موافق و مخالف میشه 4 تا رأی، یعنی کاملا شقه است. یعنی علی رغم این سیاست رژیم، سیاست انقباضیش، ولی نه فقط رؤسای قوه با هم دیگه کار نمی کنن، بلکه توی خود قوه ها هم که نمونشو گفتم در واقع شقه هستن. بله، خب با توجه به این توضیحاتی که شما دادید، چرا خامنه‌ای همه مشکلات رو به گردن رؤسای سه قوه میندازه؟ خب به خاطر اینکه میخواد برای خودش
سفید سازی بکنه، خودش را این وسط در ببره، چون حتما همه مردم تو جریان هستن و خودشون اصلا تو صحنه در جریان قیام شش ماهه. تمام شعارها متمرکز بود روی شخص خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر خامنه ای. اینا همه مردم ایران به خوبی میدانن که ریشه مشکلات کجاست، ولی فقیه و عمود خیمه این نظامه. به همین دلیل خامنه ای نمیتونه با اینجور مانورها و با این فریبکاری ها در واقع خودش رو در ببره و سفیدسازی بکنه، ولی هدف اصلیش اینه. یک نمونش هم البته ضمناً بگیم که خود خامنه ای توی صحبتاش اشاره کرده بود به این که به حاشیه نباید رفت و عملا میخواست، یه مثال آورده بود از زمان خمینی و گفته بود منظورش این بود که خلاصه میخواست ماده از خود رئیسی حمایت بکنه، پروبال رئیسی رو بگیره، چون رئیسی دچار ورشکستگی و افلاس شده در زمینه های مختلف و بخواست بگه که خلاصه اینو باید یک جوری نجات بدیم. ولی واقعیت اینه که نمیتونه، چون همین مثلا دو سه روز پیش روزنامه آرمان ملی یه مطلب نوشته بود از 7000 صفحه برنامه وعده داده شده رئیسی حتی 7 صفحه هم در دسترس نیست. بعد توضیح داده بود که اونای این به اصطلاح کسایی هم که رئیسی میاد برکنار میکنه، وزرا رو برکنار میکنه، جایگزین میکنه، میگه اونایی که رفتن که هیچی، اونایی هم که میان هیچ فرقی با اونایی که رفتن ندارن. و در واقع رژیم با اینکه یک دست شده، ولی این یک دستی باعث بی دستی رژیم شده. این حرف خود روزنامه های رژیمه. بعد اشاره کرده بود رئیسی کسیه که توی قوه قضاییه سالیان سال به عنوان قاضی، حالا این یک عنصر جنایتکار و قاتل در واقع مجاهدین و مبارزین اینا رو میگه قاضی، میگه شغلش، رشتهش، تخصصش قاضیه. دولت را باید به کی سپرد؟ به کسایی که تجربه اجرایی دارن، که رئیسی که این چیزها را نداره. در واقع خود روزنامه‌های رژیم هم بن‌بست وضعیت رژیم رو با این توضیحات و با این مثال‌ها و با این گزارش‌ها به خوبی به نمایش گذاشتن. بله، آقای عبدالله نژاد، نکات شما رو در مورد صحبت‌های خامنه‌ای شنیدیم. اینجا میخوام به یکی از موضوعاتی که برای خامنه ای مشکل سازه بپردازم و از شما بپرسم که حتما شنیدید اخیراً زمزمه های افزایش قیمت سوخت به خصوص بنزین بالا گرفته. خواستم از شما بپرسم که تفسیر شما از زمزمه های افزایش قیمت بنزین چیه؟ به نظر میرسه وضعیت از حالت زمزمه هم خارج شده و یه مقدار حالت اجرایی هم پیدا کرده. البته رژیم تاکتیکش اینه که اول میاد به عنوان شایعه مطرح میکنه، بعد تکذیب میکنه، بعد دوباره یک اقدامات عملی انجام میده، بعد دوباره میاد یک تکذیب دیگه انجام میده تا به این ترتیب شرایط رو بسته تست بکنه، جا بیاندازه و بعد اقدام عملی و مشخصا دیگه بنزین رو میخواد گرون بکنه. حتی طبق گزارشاتی که داشتیم میخواد در جایگاه های جدید نرخ جدید بعضن زدن که هر لیتر بنزین 5000 تومان سهمیه‌ایه و 7500 تومان هم آزاده. بعضی هم گفته بودن البته این اطلاعی فاقد امضاست و بعضی جاها گفته بودن نه، شورای نگهبان و اینا هم تایید کردن. و منظورم اینه که یک جاهایی میاد کارتای سهمیه سوخت و شروع میکنه به جمع کردن و بعد بعضی جاها میاد میگه که نه، این ما به خاطر این کار کردیم که جلوی قاچاق بنزین گرفته بشه، در حالی که خب واقعیت اینه 50 میلیون لیتر بنزین وقتی که قاچاق میشه، این که دیگه با ماشین و نمیدونم اینجور چیزا که انجام نمیشه، این در واقع باندای مافیایی سپاه پاسداران اینا پشت این قضیه هستن و از اون طریق هم داره در واقع بنزین و در واقع قاچاق میکنه، میفروشه با پول خیلی زیاد. و از اون طرف دیدیم که نرخ کرایه تاکسی رو 45% بیشتر کرده، حتی گاهن میگن تا 60%، یا مترو رو 20% افزایش داده. یعنی اینا اقداماتیه که رژیم انجام میده، ولی خب مطمئنا مردم در مقابل این افزایش سوخت بی تفاوت نخواهن بود و دست به عصیان و قیام و شورش خواهن زد. بله آیه عبدالله نژاد، با تشکر از این که در این برنامه با ما همراه بودید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. منم متشکرم از فرصتی که دادید.